در جامعه شناسی روحانیت شیعه و تلاش من معطوف است بر اینکه ما واقعا بفهمیم که روحانیون شیعه در کدام دنیا زندگی می کنند، چه رفتارهایی دارند، چه سبک زندگی دارند و این سبک زندگیشون رو چگونه به جامعه ایران منتقل کردند. برای توضیح این مطلب در برنامه اول فکر کردم که به چهار خاطره اشاره بکنم و از دل این خاطره ها و این داستان ها نکاتی رو بیرون بیارم که کاملا وضعیت و ذهنیت روحانیت شیعه در ایران رو به خوبی نشون میده. خاطره اول من برمیگرده به سال 1359، درست بعد از تعطیل شدن دانشگاه ها. من که خب در اون دوره فردی مذهبی بودم، البته مذهب من تا سن 16-17 سالگی عمدتا مذهب مادر بزرگ ها بود. خب مادرم نماز میخوند، منم علاقمند شده بودم به اینکه این مناسک رو به جا بیارم. از سن 16 سالگی به بعد تا 18-19 سالگی عمدتا تحت تاثیر دیدگاه های شریعتی بودم و آثار او رو میخوندم، اما خب اینها رو مرتبا پشت سر میگذاشتم و در یکی از این افراد یا یکی از این چارچوب های نگرشی باقی نمیموندم. در سن 19-20 سالگی در سال 1359 کنجکاف شده بودم ببینم که واقعا روحانیون شیعه چه آموزه هایی دارند، چه چیزهایی رو یاد میگیرند و در چه دنیای زندگی میکنند. به همین خاطر با برخی از دوستانی که اونها هم علاقه مند بودن درس های مقدمات رو عربی و منطق و اینها رو شروع کردیم با آقای سیدعلی محمد دستغیب که ایشون همچنان هم هست، در شهر شیراز زندگی میکنه. پای درس ایشون میرفتیم از همون کتاب های اولیه جامع المقدمات که صرف و نحو بود. در اولین جلسه‌ای که ما حضور پیدا کردیم آقای دستغیب شروع کرد یکی یک اسامی افراد رو پرسیدن. حتی قبل از اینکه اسامی رو بپرسه، چون فکر میکرد که همه این بچه ها برای طلبه شدن آمدند، دخالت های معمول رو آغاز کرد. اینکه چه کسی ساعت به دست، اگه کسی ساعت به دستش بسته بود میگفت ساعتشو در بیاره، اگر تزییناتی مثلا گردنبندی، دستبندی، چیزی به دست کسی بود، اینها رو اشاره میکرد که اینها رو باید در بیارین. شروع کرده بود به دخالت در حیطه های خصوصی افراد و اونها رو خجلت زده کردن و تحت تأثیر شرایط و جو قرار دادن که این در واقع انتخاب های شخصی خودشون رو کنار بگذارن. اوج این داستان در ماجرای پرسیدن اسامی بود، اسامی که خب عربی بود، خیلی با واکنش شادمانه ایشون مواجه می شد، مثل اسم خود من که هم مجید و هم محمدی اسامی هستند که عربی هستند. اما اگر اسم ایرانی درش بود، مثلا اردشیر یا داریوش یا ارژنگ، اسامی از این قبیل، فوراً ایشون برای اون فرد اسم تازه‌ای رو انتخاب می کرد، اسامی که خب مورد توجه روحانیون هست، مثل علی و حسن و نقی و تقی و اینجور اسامی. اسم طرف رو که در واقع حق پدر و مادر هست که روی فردی بگذارن و انتخاب شخصی خود افراد معمولا نیست، ایشون شروع کرد به تغییر اسامی افراد و به اونها اسامی تازه میداد تا این اسامی تازه در میان این جمع شکل بگیره و بعدا هم خود این فرد بره و اسمش رو عوض کنه. در اون زمان در سال 59 این موضوع خیلی ذهن من رو خراش نداد، چون تحت تاثیر جو فکر میکردم که خب بالا یه اسامی چه اهمیتی داره، چرا بالا اسم یه کسی ارژنگ باشه یا مثلا علی باشه تفاوت زیادی نمیکنه، اگه خود طرف بخواد اسمش رو عوض بکنه خب چه معنی داره. ولی به تدریج وقتی که مجموعه رفتارهای روحانیت شیعه رو
من تحت نظر داشتم و میدیدم که اینها با جامعه دارن چه میکنن، کی باید چی بپوشه، کی باید چی نپوشه، چی بخورید چی نخورید، چه چیزی گوش بدید چه چیزی گوش ندید. شروع کردن به دخالت های بیجا و تمامیت خواهانه در زندگی مردم. کم کم این موضوع، این خاطره مربوط به عوض کردن اسامی افراد، این کم کم به ذهنم اومد که نه، این واقعا موضوع جدی هست. تا اخیراً که سریال تازه ای رو از کتاب ریشه ها، کتاب روتس نوشته الکس هیلی، سریال تازه ای رو ساختند. این سریال رو شبکه تاریخ در امریکا به نمایش گذاشته بود. در قسمت اول این سریال یک صحنه بسیار دلخراشی هست که کاملا دوباره من رو برد به اون صحنه اسم عوض کردن توسط آقای سید علی محمد دستغیب، که متاسفانه حالا یا خوشبختانه به هر ترتیبی ایشون امروز از جمع اصلاح طلبان هست. ببینید واقعا وضعیت ایران به کجا رسیده که اصلاح طلبان مقتداهاشون کسانی مثل آقای سید علی محمد دستغیب هستند با این گونه رفتارها. در این فیلم ریشه ها، که این کتاب که در واقع به فیلم در اومده، هم فیلم سینمایی ازش ساخته شده هم سریال تلویزیونی، در قسمت اول این سریال صحنه بسیار جانخراشی هست که نشون میده که برده‌ای رو که از افریقا گرفتند و او رو به امریکا آوردند، این برده رو خب در اون منطقه که زندگی میکرده دارای اسم خاصی بوده و کسانی که صاحب او هستند تلاش میکنن که اسم تازه ای به او بدن و او از پذیرش این اسم تازه استنکاف میکنه. اسم این برده هست، در وقتی که در قبیله خودش هست، اسمش هست کونتا کینته، اسمش کونتاست. بعد هنگامی که او رو، البته یکی از نکات جالب این کتاب و این فیلم همین رو به خوبی به نمایش در میاره، این که بردگانی که گرفته می شدن برای اینکه به امریکا یا به جای دیگه دنیا فرستاده بشن، خود مردم اون منطقه اینها رو به اسارت می گرفتند، بعد می آوردن به سواحل به کسانی که تاجر برده بودن می فروختند. برده گرفتن کار خود مردم اون منطقه بود، اینطور نبود که اروپایی ها برن و یک یکی این بردگان رو انتخاب کنند. یک تجارتی بود که هم مردم محلی درش شراکت داشتند، در واقع جنایتی بود که هم مردم محل درش مشارکت داشتند و هم اروپاییانی که با کشتی میرفتن و این برده ها رو میخریدن و میآوردن. هنگامی که او رو به مریلند میارن و به صاحبش میفروشند، صاحب در واقع کارگزار این ماجرا اسم تازه ای رو، در واقع صاحبان اسم تازه ای رو به این فرد میدند و کارگزار باید این رو اعمال کنه و او باید این اسم رو بپذیره. اسمی که به او میدن توبی هست و او این اسم رو نمیپذیره. به خاطر نپذیرفتن این اسم، این فرد رو میبندند و مرتب به بدن او شلاق میزنن و مرتب به او گفته میشه که باید این اسم رو بپذیره. یه صحنه بسیار جانکاهی است. من از دوستانی که در اتاق فرمان هستن خواهش میکنم که این در سایت یوتیوب هم هست، این صحنه کوتاهش حدود 3.5 دقیقه هست. این صحنه رو ببینید شما، بعد من برمیگردم راجع به این موضوع بیشتر توضیح میدم و این رو مقایسه خواهم کرد با آنچه که متاسفانه در ایران جاری بوده. Tell me your name. Sharika! 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 Toby. Just say it. Toby. همونطور که در فیلم میبینید، همه تلاش صاحبان این برده معطوف به این هست که او رو با شکنجه و با خشونت مجبور بکنن که اسم تازه ای رو
بپذیره. خب این همین داستان رو اعراب و روحانیونی که در واقع خودشون رو به اونها منتسب میکنند در ایران انجام دادن. شما تصور نکنید که در ایران در 1400 سال پیش وقتی اعراب به ایران حمله کردن اسم ایرانی ها حسن و علی و محمد و نقی و اسامی عربی بوده و مردم هم با عشق و علاقه تمام کسانی که اومدن مملکتشون رو، شهرشون رو اشغال کردن و سربازانشون رو کشتن اسامی اونها رو اختیار میکنن. اینها همه با خشونت و با ارعاب، با جزیه گرفتن، با شرایط دشوار درست کردن برای مردم ممکن شده. امروز شما اگر به تبلیغات حکومتی در ایران نگاه بکنید اینها مرتب اعلام میکنن که اسامی مثل فاطمه یا علی یا امیرعلی و اسامی دیگر عربی، اینها اسامی هستن که بیشترین تکرار رو در میان ایرانی ها دارند. ایرانی ها بیشترین اسامی رو که انتخاب میکنن این اسامی عربی و اسامی ائمه شیعه هست. این اتفاق به سادگی و به راحتی و با سرور و با جان و دل صورت نگرفته. این اتفاق با خشونت و با کشتار و با ارعاب انجام شده، درست مثل آنچه که شما در این صحنه از فیلم ریشه ها میتونید تماشا بکنید. امروز در دنیا کارهایی رو که روحانیون شیعه انجام میدن یا داعش انجام میده اینها بسیار شبیه هم هست رفتاراشون. اینا رو خب دوربین هست، مردم ضبط میکنن، اینا به نمایش در میاد. حالا اگر در یک دوره‌ای به نمایش در نیاد بعدن بعد چند ماه، بعد چند هفته اینا بیرون میاد و مردم بسیاریش رو میتونن ببینن. البته خب تلاش میکنن بسیاریش رو پنهان کنند. روحانیت شیعه در پنهانکاری بسیار استادانه تر نسبت به داعش عمل کرده. خب 1400 سال پیش، 1300 سال پیش چنین امکاناتی نبوده، امکان ثبت این وقایع کمتر بوده و این گونه رفتارها کمتر در تاریخ ثبت شده. اما امروز خب کسانی هستند این رفتارها رو دیدند و گزارش میکنند. در همین ماجرایی که من از اون جلسه اول خدمتتون عرض کردم، جلسه اولی که ما پای درس آقای سید علی محمد دستغیب رفتیم برای یادگیری صرف و نحو زبان عربی، ایشون این حق رو برای خودش قائل بود که اسامی افراد رو عوض بکنه. حالا تصورش این بود که اینها همه با عشق و علاقه اومدن و این رو میپذیرن. بسیاری هم هستن در ایران که چنین هیچ گونه ارادتی هم به روحانیون شیعه ندارند و اونها رو مجبور میکنند. امروز شما اگر یه اسمی رو انتخاب کنید که ثبت احوال نپسنده، شما رو باز میداره از اینکه چنین اسمی رو برای فرزند خودتون انتخاب کنید. شما رو مجبور میکنن، جهت میدن، هدایت میکنن یا با تشویق یا با تنبیه که اسامی مد نظر اونها رو انتخاب کنید. من معتقد هستم که روحانیت شیعه در طی بعد از در واقع افول قدرت اعراب در ایران با سلسله های پادشاهی که در ایران شکل گرفت، روحانیت شیعه قدرتش افول کرد و در واقع تلاشش بر این بود که از طریق نفوذ بر دربارها تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشه. اما در 40 سال گذشته که روحانیون شیعه قدرت رو در ایران در دست دارن، کاملا برای من روشن شده که هدف نهایی روحانیون شیعه برده کردن تک تک شهروندان ایرانی هست. رفتارهایی که اینها با زنان، با کودکان، با مخالفین، با منتقدان دارند، رفتارهایی که نگاه اصولا نگاه بردوارانه هست و خب یکی از حقوقی رو که صاحب معمولا برای خودش قائل هست این که اسم افراد رو خودش باید انتخاب کنه، چون اینها مملوک هستن، چون اینها حق و حقوقی ندارند و اصولا نباید چنین تصوری از حق و حقوق داشته باشند. این خاطره اولی بود که فکر کردم در این برنامه در خدمت شما قرار بدم و در واقع تصویری از اینکه روحانیت شیعه در کدام دنیا زندگی میکنه و چه ذهنیتی داره و چه نوع رابطه‌ای رو میخواد با مخاطبان خودش برقرار بکنه، یه تصویر بسیار کوچکی رو به دست میده. و اما خاطره دوم، خاطره دوم من
برمیگرده به سال 1369. در سال 69 به علت اینکه یه کار اداری برام پیش اومده بود و باید به سفر میرفتم، به شیراز میرفتم، سفر کردم با اتوبوس، مثل دوره دانشجویی با اتوبوس رفتم و با اتوبوس هم در حال برگشت بودم. در مسیر برگشت روی یکی از صندلی‌ها دیدم یک طلبه نشسته و رفتم در کنار اون نشستم و شروع به صحبت کردم. میخواستم ببینم که واقعا بعد از اون یک سالی که من در قم گذروندم و چند سالی که با روحانیون در شیراز و تهران و قم گذروندم برای اینکه درس‌های طلبگی رو بخونم و آشنا بشم که واقعا در دنیای اونها چه میگذره، علاقمند بودم که ببینم چه تحولاتی در حوزه ها رخ داده. سر صحبت رو با این طلبه باز کردم و تک تک سوال میکردم که وضعیت چی جوریه، وضعیت غذا چی جوریست، وضعیت مسکن، خوابگاه ها، حوزه ها چطوریست، حجره ها چطوریست، چه اتفاقاتی در قم افتاده. برای من خیلی جالب بود. در دوره‌ای که در حدود سال 60 من در قم بودم برای مدت یک سال، وضعیت طلاب در اون دوره وضعیت چندان جالبی نبود، چون حکومت هنوز آغاز نکرده بود به اینکه پمپاژ کنه بخش قابل توجهی از منابع کشور رو در حوزه‌های علمیه. میشد دید که طلبه ها، بسیاری از طلبه هایی که بودن و در درس ها یکی که با اونا میشد صحبت کرد یا در حجره ها میرفتیم، با حداقل ها اینها تلاش میکردن زندگی کنن و هنوز حکومت منابع قابل توجهی رو نمی آورد در حوزه ها بریزه. آقای خمینی خب دیکتاتور قصابی بود در کشتار، در واقع از میان بردن مخالفین خودش، در تباه کردن مملکت خیلی دست ماهری داشت، اما خب احساس میکرد که فرد قدرتمندیست، نیازی نداره با پول مشروعیت در میان طلاب و حوزه ها رو بخره. از این جهت هم خیلی غیر از شهریه‌ای رو که مثل همه مراجع میداد، و من هم هیچ وقت چنین شهریه‌ای رو در اون یک سالی هم که بودم چنین شهریه‌ای رو دریافت نکردم، چون واقعا نمیخواستم در اون لباس بیام و عمدتا میخواستم که یاد بگیرم ببینم چه در دنیای اونها میگذره. آقای خمینی فشاری هم بر دولت وارد نمیکرد که چنین هزینه هایی در قم انجام بشه. دولت های اون موقع هم اصولا چنین برنامه هایی نداشتن، بیشتر بر اون حال و هوای انقلابی تصورشون بر این بود که روحانیت نباید عزیز دردانه حکومت باشن. اما بعد از مرگ آقای خمینی تحولات عظیمی در حوزه ها در حال رخ دادن بود که من بخشی از گزارش هاش رو از این طلبه گرفتم. آنچه که جالب بود برام در اون صحبت این که بسیاری از این تحولات اصولا به جامعه گفته نمیشه، مردم نمیدانند. این که تمام طلاب و تمام روحانیون بیمه بهداشت و درمان بگیرند که از درست بعد از روی کار آمدن آقای خامنه‌ای صورت گرفت، این خبر تازه‌ای بود برای من. من هیچ اطلاعی نداشتم، در حالی که من جز کسانی بودم که مرتب روزنامه می‌خوندم و با تحولات مربوط به حوزه‌های علمیه درگیر بودم، حساس بودم، می‌خوندم ببینم که چه اتفاقاتی افتاده، اما چنین چیزی رو نشنیده بودم. از زبان این طلبه شنیدم که خب هر کسی بدون هزینه مجانی میتونه بیمه بهداشت و درمان بگیره. آقای خامنه ای امتیازات عجیب و غریبی رو از روزی که بر سر کار اومد در اختیار حوزوی ها قرار داد و شهریه ای بالاتر از بقیه، چندین برابر نسبت به مراجع دیگر شیعه در قم میداد. اینا رو پرسیدم از اون طلبه، برام یکی یکی میگفت که این چقدر شهریه میده، اون چقدر شهریه میده، اون چقدر شهریه میده. برام روشن شد که نه، برنامه مشخصی رو آقای خامنه ای داره برای اینکه حوزه های علمیه رو مثل بقیه کشور تحت انقیاد و سلطه خودش قرار بده. خب با خرج کردن امروز نتیجه هاش کاملا به نظر من روشن هست. تعداد روحانیونی که در ایران
با حکومت فاصله دارن، جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه، تعدادشون بسیار اندک هست. اونایی هم که مخالف بودن، مثلا مثل بسیاری از شاگردان آقای منتظری، اینها در طی این سالها خلع لباس شدن، از لباس روحانیت بیرونشون کردن. مخالفین رو تحمل نمی کنند که اینها در لباس روحانیت بمانند. آخرینش همین فرزند آقای منتظری هست که به علت انتشار نوار صوتی مربوط به کشتارهای سال 67 و اینکه آقای منتظری این رو جنایت جمهوری اسلامی خواند، کشتار چند هزار نفر رو در زندانها، آقای احمد منتظری رو هم خلع لباس کردند. تعداد روحانیونی که واقعا با جمهوری اسلامی مخالف باشن به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه، تعدادشون بسیار اندک است. علتش هم این هست که از مزایای حکومت اینها متاسفانه امروز برخوردار هستند. روحانیت شیعه با مجموعه این امتیازاتی که در اختیارش گذاشته شده، امروز در واقع به طبقه حاکم، طبقه دارا تبدیل شده. هیچ نیازی وجود نداره که در واقع قشر روحانیت، نیازهاشون معمولا پاسخ داده میشه با یک نماز خوندن سر ظهر به اندازه یک معلمی که چندین ساعت 8-9 ساعت 10 ساعت کار میکنه. اینها حقوق میگیرن از ادارات. بخش قابل توجهی از منابع کشور در اختیار روحانیون و فرزندانشون هست و این هم صرفا محدود نمیشه به چند صد روحانی که در مقامات بالا هستند. روحانیونی که در مقامات اجرایی پایین‌تر هم هستند، اینها از بخش قابل توجهی از این مزایا برخوردار هستند، چون نفوذ دارن، چون افراد مجبورن که با اینها کار بکنن، برای اینکه کار بگیرن، برای اینکه شرکت بزنن، برای اینکه صادرات داشته باشن، واردات داشته باشن، همه چیز از مجرای اینها چون میگذره، اینها در این میان سهم خودشون رو میگیرند و امروز به طبقه حاکم، قدرتمند و صاحب همه چیز در کشور تبدیل شدند. و اما خاطره سوم، در سال 1359 جمعی از دانشجویانی که با جریان انجمنهای اسلامی و سازمانهای دانشجویان مسلمان در ارتباط بودند، اینها در تهران اردوی رو برگزار کردند. اردویی که عمدتاً جنبه آموزشی داشت. من هم از شیراز در این اردو شرکت کردم، در منطقه لویزان بود برای چند روز. عمدتاً کلاس‌های ایدئولوژیک بود، برخیش هم جنبه اطلاع رسانی، حتی اندک، بیشتر جنبه تبلیغاتی و ایدئولوژیک داشت. یکی از معلمایی که الان یادم اومد اونجا شرکت کرده بود، این آقای رجبی بود که استاد تئوری توطئه و در واقع بست توهمات بود. این که همه جای دنیا رو صهیونیست‌ها دارن میگردونن و همه چیز در اختیار اونها هست و در ایران هم در دوران پهلوی فراماسون‌ها حاکم بودند و همه چیز رو بافتن برای اینکه یک دشمن درست کنن و ذهنیت افراد رو از واقعیات عالم منحرف کنند. در یکی از شبها در این اردو، آقای صانعی که در اون دوره به یکی از مقامات قضایی در کشور دسترسی پیدا کرده بود، ایشون یک دوره دادستان کل کشور بود، همین آقای صانعی که در بعد از جنبش سبز به یکی از مراجع نزدیک به اصلاح طلبان نزدیک شد، ایشون اومده بودن چند دقیقه صحبت کردن، بعد پرسش و پاسخ بود. در همون دوره کم کم حساسیت‌های مربوط به حیف و میل ها، ریخت و پاش ها، تازه اون دوره منابع چندانی هم در اختیار اینها نبود، اینها تازه قدرت گرفته بودند، حساسیت ها بلخص در میان نسل جوان همچنان هنوز وجود داشت. اینطور نبود که جامعه در برابر فساد به رخوتی که امروز هست رسیده باشه. امروز مردم ایران متاسفانه به فساد و به سوء استفاده از قدرت عادت کردن، براشون خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، وگرنه خب این حکومت رو تحمل نمی کردن با این فساد عظیمی که در جامعه ایران جاری هست، فسادهای اقتصادی، مالی. در اون دوره کم کم این فسادها یکی یکی مطرح می شد از سوی برخی رسانه های رقیب یا گروه های رقیب. مثلا خبر می اومد که
فلان روحانی که در دستگاه قضایی هست با اتومبیل دولتی با خانوادهش مثلا رفته مشهد، یا این سوء استفاده رو مثلا از امکانات دولتی در فلان مقطع، در فلان شهر، در فلان مناسبت انجام داده. اینها پرسش هایی بود که از آقای صانعی در اون دوره شد، در اون جلسه. سخن ایشون خیلی برای من جالب بود که هنوز هم گهگاه به یادم میاد. آقای صانعی در اون جلسه میگفت که در واقع برای توجیه این فسادها و این سوء استفاده های از قدرت، حرف ایشون این بود که حکومت داری اقتضائاتی داره و برای گروهی که در حکومت هستند باید چنان نشان بدند که در قدرت هستند، مردم اونها رو حاکم خودشون تلقی کنند، رهبران دیگر کشورها میان، باید توجیه میکرد مثلا با مراسم استقبال از یک رئیس دولت یا با رفتن مثلا یک رئیس دولت به یک کشور دیگر، که خب اینا همه مراسم داره، پروتکل داره. مجموعه این سوء استفاده ها رو ایشون به عنوان اقتضائات قدرت مطرح میکرد. این اقتضائات قدرت که در میان روحانیت هم همیشه جاری بوده، اینها همیشه میان خودشون و مردم فاصله میانداختند، در آنی که در عین اینکه در کنار مردم زندگی میکردند و به امکانات مردم چشم داشتند و از منابع مردم تزریق میکردند، امکاناتشون میگرفتند، همواره خودشون رو تافته جدا بافته تصور میکردند و این رو از در واقع کسانی که بهشون اقتدا میکردند در نماز یا در پرسش، از اونا انتظار داشتند که به اینها به عنوان موجودات قدسی و الهی نگاه بکنند. این اقتضائات قدرت، اقتضائات حکومتداری، در این تصور به تدریج در میان روحانیون شیعه کار رو بدانجا رسوند که امروز در میان گروهی که در ایران حاکم هستند و روحانیونی که منابع کشور رو در اختیار دارند، حالا بعضیشون مستقیمن وزیرن، وکیلن، مدیرن، عضو هیئت مدیره هستند، شرکت‌های مختلف دارند، و چه اونهایی که در قم هستند و از شرکت‌ها و منابعی که دولت در اختیار اونها قرار داده دارن هزینه می‌کنن، همه اینها به در واقع جمعی که دارن منابع کشور رو تاراج می‌کنند و فساد در میان اونها، سوء استفاده از قدرت در میان آنها به امری عادی تبدیل شده، مبدل شدند. روحانیون شیعه هیچ مانع و رادعی بر سر فساد، یعنی نه مانع اخلاقی در این راه میبینن، نه مانع شرعی میبینن، منابع کشور رو از آن امام زمان میدونن، خودشون هم نائب امام زمان میدونن، و این سخنهایی که گهگاه گفته میشه اینها برای که فساد نباید باشه، مسئولان خادم مردم هستن، اینا برای نمایشه، اینا برای فریب افکار عمومیست. کنه اعتقاد روحانیت شیعه این هست که منابع ایران، منابع کشور، اینها از آن امام زمان هست، نه فقط ایران بلکه کره زمین، بلکه کائنات، اینا از آن ائمه هست. حالا چی جوری اینها به اونها تعلق گرفته، اون خب سوالی است که مردم باید بپرسن. و نائبان امام زمان که همین روحانیون هستن، اینها این منابع رو به ارث بردن، این منابع از آن اونها هست، اگر هم در اختیار دیگران هست تحت اجازه اونهاست. اگر مثلا من خانه‌ای دارم یا کسی باقی داره، اینا روحانیون لطف کردن به مردم، اجازه دادن که این منابع رو داشته باشن، مگر اگر روزی بخوان همه این منابع رو میتونن از مردم بگیرن، چنان اینکه گرفتند. بسیاری از منابع خصوصی در ایران بعد از انقلاب مصادره شده، نه فقط در سالهای بعد از انقلاب، بلکه همچنان این مصادره ها در جریان بوده و بخشش هم منابع عمومی بوده، منابع طبیعی بوده که اینها رو در اختیار خودشون گرفتن و یا از جنگلاش استفاده میکنن یا تبدیل به ویلا کردن و یا به سپاه دادن، سپاه ساختمون سازی کرده بعد این ساختمون ها رو فروخته، کارهایی بوده که اینها در طی این 14 بر سر منابع کشور آوردن، چون این منابع رو از آن خودشون میدونند و این کارها رو هم اقتضائات حکومتداری متاسفانه اینها تلقی میکنند. و خاطره چهارم،
در یکی از شبهایی که من در قم بودم در سال 1960 و به درسهای پلبگی می رفتم برای اینکه آشنا بشم با این فرهنگ و با این سبک زندگی و در این دنیا چه میگذره، در یکی از شبها شنیده بودم که یک روحانی هست به اسم آیت الله بهجت و فرد بسیار وارسته عارفه، گفتیم یه شب بریم مسجد ایشون برای نماز ببینیم که در اونجا چه خبره، چه میگذره. رفتیم مثل بقیه، خب در صف قرار گرفتیم، مجموعه کراماتی که حالا بعداً در کتابها از قول خانواده ایشون، شاگردان ایشون، کرامات عجیب و غریبی برای ایشون نوشتند، اینا رو باید برید ببینید که چه داستانهای عجیب و غریبی برای فریب افکار عمومی در مورد آقای بهجت نوشته شده. آنچه که من اون شب دیدم از آقای بهجت این که در میان نماز ایشون مرتب فریاد میکشید و در حالی که من یک جوان 20 ساله‌ای بودم، برام بسیار 21 ساله برام بسیار عجیب و غریب میومد که چرا باید یک آدم در یه آدمی که با عقل سالم داره در میان انجام عباداتش باید این فریادهای عجیب و غریب رو بکشه و صداهای عجیب و غریب رو از خودش در بیاره. البته من با ادبیات مربوط به بهداشت روانی و مشکلات ذهنیتی در اون دوره آشنا نبودم، وگرنه در همون شب به راحتی میتونستم وضعیت ایشون رو تحلیل کنم که دارای چه اختلالات روانی فردی در این شرایط هست، چرا باید یک فردی در میان جمع وقتی پیش نماز قرار گرفته و داره عباداتش رو انجام میده، چرا باید این صداهای عجیب و غریب رو از خودش در بیاره. البته خب این صداها رو اون کسانی که اونجا میرفتن تصورشون بود که اینها صیحه هست و این صیحه ها هم صیحه های ارادی نیست، اینها از منبعی به ایشون الهام میشه و این صیحه ها رو میزنه برای برقرار کردن رابطه. اما خب اینا توجیهات عجیب و غریبی است که برای اختلالات روانی افراد میشه ذکر کرد. حتی کسانی که تجربیات عرفانی دارن، اینها نباید حدش به رفتارهای عجیب و غریب برسه. افراد برای اینکه در واقع خودشون رو حفظ کنن همیشه باید یک نوع کنترل بر رفتارهای شخصیشون داشته باشن، اگر به مرز جنون میرسن. این رفتارهای عجیب و غریب در میان پیروان آقای بهجت و کسانی که در اون نمازها شرکت میکردن، اینها به عنوان اینکه ایشان فرد وارسته است و عارف برجسته است به این عنوان تعبیر و تفسیر میشد. نتیجه ای که از این داستان میخوام بگیرم این هست که متاسفانه رفتارهای ناهنجار روحانیت شیعه، انواع و اقسام رفتارهای ناهنجار اینها، از فریادهای بیحساب و عجیب و غریب کشیدن در یک مراسم عبادی تا فساد تا سرکوب تا قتل، متاسفانه جامعه ایران یک در واقع برگه سفیدی رو در دوره‌های چیزی شاید در حدود 500 سال هست از حکومت صفوی به این طرف، مردم ایران به دلیل بیسوادی، به دلیل بی‌اطلاعی، به دلیل بی‌توجهی، به دلیل اعتمادهای بیش از حد که در همین ماجرای آقای سعید طوسی فرزندان خودشون رو در اختیار گرگ‌های می‌گذارن برای قرائت قرآن، بعد به اونها تجاوز جنسی میشه، به دلیل این گونه اعتمادهای عجیب و غریب گول و فریب مارهایی رو خوردن که حدود 500 سال هست منابع این کشور رو دارن میمکند و هیچ گونه غیر از فلاکت و بدبختی هم برای جامعه ایران هیچ نتیجه ای نداشتن. شما برید مثلا 500 سال حضور روحانیت شیعه رو در جامعه ایران بررسی کنید، ببینید واقعا دستاوردهای اینها برای جامعه ایران در طی این 500 سال چه بوده از دوره صفوی به این طرف، اینا چه گلی به سر جامعه ایران زدن. به نظر من غیر از نابودی، غیر از سم خشونت، سم نفرت، سم فرقه گرایی، اینها در جامعه ایران کار دیگری نکردند.
جامعه ایران میتوانست امروز در یک شرایط بسیار بهتری باشه از آنچه که امروز هست اگر نهادی به اسم روحانیت شیعه در ایران نبود. مردم میتونستن دیندار باشن. در بسیاری از نقاط دنیا، حتی در کشورهای توسعه یافته، بسیاری از مردم دیندار هستن، اما دینشون بسیار فاصله داره از دینی که روحانیت شیعه امروز داره به ایرانی ها معرفی میکنه. یک برگه سفیدی، یک چراغ سبزی به روحانیون شیعه داده شده که رفتارهای بسیار ناهنجار و عجیب و غریبی داشته باشه، که اینها بسیارش بیماری روانی است، اختلال روانی است، اختلالات رفتاری است، جرم و جنایت هست. اینها رو توجیه میکنن با انواع و اقسام روشها، با انواع و اقسام چارچوبها، گفتمانها مثل مذهب، عرفان. اینها متاسفانه در ایران توجیه میشه. شما اگر در توجیه رو باز بگذارید، آقای خمینی هم که چند هزار زندانی رو در ایران کشت، میتونید این رو به حساب این بگذارید که این از الهامات غریبه بوده، به ایشون الهام شده که برای اینکه کشور رو امن نگه داره باید چند هزار زندانی رو در زندانها اعدام میکرده، زندانیانی که داشتن زندانشون رو میگذروندن. این برگ در واقع چراغ سبز به اینها داده شده و این رفتارهای ناهنجار رو ما متاسفانه میبینیم. کسانی که در مقطعی در معرض این رفتارها قرار میگیرند، معمولا به دلیل اینکه اندیشه تحلیلی و انتقادی پشت سر داستان نیست، بسیاری از این رفتارها توجیه میشه، توجیهاتی که هیچ وجهی هم نداره، توجیه بلا وجه هست. و متاسفانه این توجیهات بلا وجه جامعه ایران رو امروز به این سرانجامی انداخته که ما امروز شاهدش هستیم. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه اول از دوره 17 برنامه‌های در غیر این صورت، که بحث میکنه از جامعه شناسی روحانیت شیعه. من در برنامه‌های دیگر این بحث رو همچنان در خدمت شما، بحث در مورد روحانیت شیعه رو همچنان در خدمت شما خواهم بود. از دوستانی که در دوره‌های گذشته برای من نظراتشون رو میفرستادن از طریق ایمیل تشکر میکنم و همچنان خواهش میکنم که شما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای من و تلویزیون اندیشه بفرستید. از نظرات و دیدگاه‌های شما ما حتما استفاده میکنیم. تا هفته آینده، شبها و روزهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.